بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین محمد و آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت خواهر و برادر عزیز، تقدیر میکنیم از شهادت و رشادت مردم و مسلمان خود، از کسایی که برای آزادی وطن و برای استقلال کشور ما و برای دفاع از دین اسلام پرچم جهاد را برافراشتند و دلیل را خونشان را تقدیم راه اسلام عزیز کردند. طبیعتا مقام شهید و شاخصهای شهادت برای همه مشخص است. ما شهید برای کسی را میگوییم که خود را فدای دین اسلام و فدای مقدسات دینی خود کرده باشد و دفاع از خاک و دفاع از سرزمین و دفاع از وطن هم، چون خود سرزمین های اسلامی به خاطر وجود مسلمان ها تقدس داره و به خاطر وجود امت اسلامی و دین اسلام هر سرزمین از خود مقام پیدا میکنه. بنابراین دفاع از سرزمین و کشور و کیان اسلامی هم یکی از وظایف و مسئولیت های هر مؤمن و مسلمان است و خدا را شکر که این امتحان را مردم و مسلمان ما با انتهای افتخار و سرفرازی به پایان رساندن و دفاع کردن از کشور خود، از سرزمین خود، از حمله و هجوم و وحشیانه که اتحاد شوروی سابق بر این کشور نمیده بود و بعدا هم تهاجم و حرکت های همسایه ها که آمدن و کشور را دوباره به حلقوم گروه های خطرناک مرموز مثل طالب و امثال از این انداختن. دفاع از هر گوشه و کنار کشور یک مسئولیت دینی و شرعی مردم مسلمان ما بود و خدا را شکر که این افتخار را مردم ما داشتن که هر روز و هر لحظه و هر زمانی که بر اونها تاخت تاز و تعرض صورت بگیرد برای استقلال کشور خود تلاش میکنند. امروز هم اگر کشور ما بنوی در بند و اسارت کشورهای غربی است، این را هم ما امیدواریم که این سایه سیاه هم از سر ملت ما دور گرده و کشور به استقلالیت تام و استقلالیت کامل دست بیابه و مردم مسلمان ما به ثمره خون شهدای خود دست بیابند و به نوعی انشاءالله که امیدواریم بتوانیم این کشور را با پرچم واقعی استقلال شاهد باشیم و مردم مسلمان ما بتوانند در آرامش و صلح و صفا خودشان تصمیم گیرنده زندگی و سرنوشت خود باشند. و شما میدانید که بدترین چیز در جامعه و امت اسلامی قتلها و کشتارهای بدون دلیل است. یعنی شما هر انسان را، اگر انسان چی در غرب باشه و چی در شرق باشه، چی در امریکا باشه، چی در داخل افغانستان، اگر خونش به ناحق بریزانین، خداوند از این واقعا اظهار ناراضیتی میکنه و دین اسلام این را محکوم میکنه و ما این را به عنوان یک حجت برای همه اعلان میکنیم که اگر خون یک غربی در کشورش مظلومانه ریخته بشه و اگر در داخل افغانستان یک بیچاره و یک مظلوم یعنی مورد تعرض قرار بیابه توسط بمها و توسط تیاره‌ها بمبارد بشه، هم اینها به عنوان یک حرکت ناشایست و حرکت خلاف اخلاقیات و خلاف انسانیت و خلاف دین شمرده میشن و دین اسلام دین صلح و دین پیس و دین محبت است. هرگز اجازه نمیده که کسی خون کسی را بریزانه و هرگز این را قبول نمیکنه که یک انسان به ناحق کشته بشه. و خود قرآن کریم در سوره مائده آیه 32 هم میفرماید که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. آن که کسی را بغیر به ناحق، من قتل نفسا بغیر نفس، آن که کسی را به ناحق میکشه، او فساد فی الارض، یا در روی زمین فساد ایجاد میکنه. فساد میست که شما در جای میرین مردم مظلومی را میکشین، انفجار را انجام میدین، انتحاری انجام میدین، یا در گوشه و کنار میریم ساختمان را از بین میبریم و ده ها و صد ها انسان از بین میرن. این فساد در روی زمین است. فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل این است که تمام دنیا را کشته باشن، تمام مردم را کشته باشن. و من احیا فکأنما احیا الناس جمیعا، و کسی که این را یعنی این کار را یعنی جلوگیری میکنه، کسی که جلو این فساد را میگیره، کسی جلو کشتار مردم را میگیره، این در واقع مثل است که تمام
جهان را و تمام دنیا را این زنده نگه کرده باشند. این بحث را به خاطر این باز کردیم که دیدگاه دینی و دیدگاه شرعی و دیدگاه قرآن کریم را شما بدانیم که قرآن کریم اجازه نمیده که انسان‌های دیگر را به ناحق بکشند به غیر نفس، این بدون از اینکه قصاص باشه. یک نفر یک کسی رو میکشه، اسلام اجازه میده که بعد او قصاص بشه اگر این قتل عمد باشه. اگر ولی مقتول نبخشه و بگوید بخوای قصاص بخوای، اون شخصی که ولو که ده نفر یک نفر را میکشه، ولو که یک مرد در بالاترین قدرت و به سلام مقام تحصیل یا قدرت دولتی قرار داره، یک زن مظلومی را میکشه، در مقابل اون زن این مرد بعد قصاص شوه. 100 نفر مرد اگر یک زن را بکشه بعد اون 100 نفر 100 نفر قصاص بشن، این حکم شرعی است اگر به عمد کشته شده باشن. ولی بیایم این را، یعنی ما به عنوان یک اتمام حجت بدانیم که شریعت اسلامی و دین اسلام و قرآن کشتن افراد را مظلومانه محکوم میکنه و به هیچ عنوان اجازه نمیده که افراد دیگر را به ناحق بکشن. و این روش بسیار سریع و روشن قرآن کریم و احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. و حتی در حدیثی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بخاری هم از آماده است که حتی اشاره کردن، یعنی حتی تهدید کردن به قتل، می فرمایند که لا یشیر احدکم الی اخی بالسلام، یکی کسی دیگر را با سلام اشاره نکنه، یعنی حتی تا این حد دین ممنوع قرار داره. فانه لا یدری لعل الشیطان ینزع فی یده، شاید شیطان این را تشویق کنه که ای بره او طرف را بکشه یا به او ضربه بزنه. فیقو فی حفره من النار، اگر کسی این کار را میکنه در یک حفره، در یک گودالی از آتش میفته. یعنی شریعت اسلامی حتی اشاره کردن به صلاح به یک فرد دیگر را اجازه نمیده، چی برسه که افراد بخیزن ترور بکنن یا چند نفری برن یکی از سردارای جهاد یا یکی از رهبرای جهاد یا یکی از انسانهای مظلوم را در یک دکان برن دکان منفجر بسازن، در یک مسجد برن 4 نفر نمازخوان منفجر بسازن، در یک ساختمان ولو که در امریکا و در اروپا در انگلیس در هر گوشه و کنار سپتامبر 11 دیگری به وجود بیارن، اینها از لحاظ شرعی و از لحاظ دینی مردود است و به خاطر شریعت اسلامی اجازه نمیده و میگه که من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی که این را میکنه مثل است که تمام دنیا را به قتل رسانده باشه، مثل اینکه تمام مردم را به قتل رسانده باشه. این بحثا را ما به خاطر این باز کردیم که شریعت اسلامی، یعنی این را بسیار روشن و واضح بیان میکنه که هر کس انسان را بدون اینکه مرتکب قتل نفس یا فساد در زمین شده باشد بکشد، هر کس این را بکشد، یعنی انسان را بدون اینکه مرتکب قتل نفس یا فساد در زمین شده باشد بکشد، چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد، چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد. و هر کس انسان را از مرگ نجات داد چنان است که همه مردم را زنده کرده باشد. یعنی این دیدگاه دین و دیدگاه شریعت اسلامی است که امیدواریم برادر و خواهر ما در این مسائل انشاءالله شد باشد. در جریاناتی که در دنیای امروزی واقع میشه، متاسفانه همه تعرضات و همه به اصطلاح قتالها و قتلها را به اسلام ارتباط میدن، در حالی که اسلام، یعنی یا دین اسلام یا شریعت اسلامی و احکام اسلامی خود را از این کاملا تبرئه میداند و ما عمل افراد را نمیتوانیم به عنوان عمل اسلام تلقی کنیم. افراد در گوشه و کنار دست به جنایت میزنند، انتحار میکنند، خودکشی میکنند، مردم را به قتل میرسانند. این به معنی از این است که این مربوط یک دین است، مثل این که گاهی در گوشه و کنار تند روای مسیحی این کار میکنند، تند روای یهودی این کار را میکنند، تند روای سیک این کار را میکنند، افراد را میرن به قتل میرسانند. این ربط به دین سیک یا به دین یهود یا به دین مسیحیت ندارد، در هر کیشی و در هر آینی افراد افرادگرا میباشن، شکی نیست، افرادی هستن که شاید به نوعی مورد ظلم قرار گرفته باشن، دست به خودکشی میزنن یا افراد رو میکشن. این ربطی به
مجموعه یا به اصطلاح کالبد یا امو اندیشه دینی و اندیشه که کسی معتقد است نداره. هیچ دینی و هیچ آینی اجازه نمیده که افراد دیگر را به قتل برسانند به ناحق. وقتی که اجازه نمیده بنان ما نمیتوانیم عمل یک فرد یا عمل یک شخص را به معنای این بدانیم که این شخص واقعا آماده است و نمایندگی از دین کرده است و این عمل را انجام داده است. کما این که نه تنها شما دیگر را هم کشتن میتوانید، قتل نفس و کشتن خود هم در شریعت اسلامی ممنوع قرار یافتند. یعنی دین اسلام اجازه نمیده که شما قتل نفس را یعنی در واقع خود را هم بکشید. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، شما اجازه ندارید که شما خود را هم به هلاکت برسانید. یعنی هلاکت انداختن خود هم این را هم شریعت اسلامی اجازه نمیده. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه و احسنوا ان الله يحب المحسنين، شما نیکی کنید به دوستی که خداوند محسنین را دوست داره، خداوند نیکوکاران را دوست داره. یعنی خود را با دستهای خیش به هلاکت نیفکنید. هلاکت انداختن دست به دستهای خیش معنی است که شما یک میرین و خود میکشین و دیگر را هم میکشین. این را هم اسلام مذمت کرده و شریعت اسلامی اجازه نمیده که افراد برن و خود بکشن تا دیگران را به قتل برسانن یا انتقام بگیرن. یعنی در دین اسلام محدودیت های بسیار قوی، حتی در جدال ها و در جبهات جنگ، در جنگ های روبرویی، یعنی انسان جهاد بی نمی کنه که خودش کشته باشه تا دیگر را کشته باشن، بلکه جهاد بر عزیز که شما قبل از اینکه به سلاح را برمیارین بعد بدانیم که شما هدف شما دفع فتنه است، هدف ما دور کردن شر است، نه از بین بردن خود. و نه ای که مثلا شما برین خود بکشین به جای ازی که به سلاح چند نفری هم کشته میشه. این را شریعت اسلامی هم اجازه نمیده و میفرمایه که در سوره انعام آیه 151 همچنین ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، شما به قتل نرسانید نفس را که خداوند آن را محترم قرار داده مگر به حق. یعنی انسان مسلمان نمیتوانه به نام از اینکه ما افراد دیگری 10 نفر را میکشن بعد خود را هم به قتل برسانه، این در شریعت اسلامی اجازه داده نشده. و دین اسلام از خود مقررات و قواعد داره و عمل افراد و عمل اشخاصی که این فاجعه ها را می آفرینند و این نوع حرکت های را انجام میدن ربطی به دین اسلام نداره، ربطی به مقررات دین نداره. بنابراین در هر جایی که یک مصیبتی به وجود می آید، یک فاجعه به وجود می آید، یک تعرض به وجود می آید، یک خانه منفجر میشه، یک ساختمان را از بین میبرن، یک جای تعرض نظامی صورت میگیره، تیارهای میای کورکورانه افراد را به قتل میرسانه، بمی میفته در یک جای مردم کشته میشن و یا افراد میان خودشان خودکشی میکنن تا دیگر را بکشن. اینها را در تکست بوک های اسلامی و در قرآن و در حدیث این چیز ممنوع قرار داده شده. وقتی که ممنوع قرار داده شده شما نمیتوانید در هر دینی که انسان میخواه افکار و اندیشه های او دین به دست بیاره باید اول به کتاب های او دین مراجعه کنه. آیا در قرآن کریم اجازه داده شده یا اجازه داده نشده؟ آیا در حدیث اجازه داده شده یا اجازه داده نشده؟ وقتی که اجازه داده نشده باشه بنان شما نمیتوانید بگین که ما ایر به صلاح مربوط به امو دین میدانیم و یا ای که دین اسلام دین قتل است و قتال است و چرا کلمه قتل و قتال یا کلمه های اقتلو یا فقتلو یا امثال از این در قرآن کریم ذکر شده و تعداد تعرض میکنن که گویا این دین کشتار است. و اگر نه خب طبیعتا بیان یک مسئله و بیان یک حکم شرعی نیاز داره که اگر کسای بر شما تعرض کردن شما حق دارین از خود دفاع کنید. کسی شما را مردم شما را به قتل میرسانه شما حق دارین. کسی خانه شما را میگیره، دین اسلام دینی نیست که هر کس هر چی بخواد بکنه برش اجازه بده. و طبعتا وقتی که در سوره اسراء آیه 33 فرمود من قتل مظلوما، آن که مظلوم کشته میشه، آن که مظلوم کشورش اشغال میگیره، آن که خانش مظلومانه تصرف میشه، باز میفرمای فقط جعلنا لولیه سلطانا، برای کسی که به اصطلاح ولی مشخص است، پدرش مادرش، ما برش قوت دادیم، سلطان دادیم، قدرت دادیم که او باید در مقابل از او دفاع کنه.
حتی میگه فلا یسرف فی القتل، اگر او میخوای انتقام بگیره در قتل اسراف نکن. یعنی همون گونه که افراد اومدن کسی رو کشتن اگه قصاص میکنه، همان گونه با آسان ترین شکل بعد قصاص صورت بگیره، به خاطر اینکه اسراف در قتل هم اجازه داده نشده، ولو که اجازه داده شده که از خود دفاع بکنه، ولو که اجازه شده که بعد قصاص ادوره بگیره، ولی باز هم اسراف در قتل در شریعت اسلامی اجازه داده نشده. و این را بحث را بیشتر کوشش میکنیم که یک بحث دینی و شرعی و یک بحث اجتماعی داشته باشیم، تا فکرها و اندیشه هایی که نسبت به اسلام در ارتباط با اینکه یک دین کشتار است، یک دین انتحار است، یک دین خودکشی است، برادرها و خواهرای ما این فکرها را از خود دور بدارن. و شریعت اسلامی وقتی که ممنوع قرار میده که انسان باید کشته نشه، حتی میفرمایه که در شریعت های قبلی، در شریعت های به اصطلاح قبل از اسلام ما این احکام را آوردیم، در تورات و انجیل هم آوردیم که شما باید افراد را نکشن. یعنی سلسله انبیا برای ایست که در دنیا پیس و محبت و آرامش باشه، نه قتال و نه کشتار و نه انفجار و نه تعرض و نه تجاوز. اینها در یک آیه مبارکه دیگری که در سوره نساء آیه 93 میفرماید که و من یقتل مؤمنا متعمدا، آن که انسان را به قصد میکشه، آن که مظلومی را و مؤمن را به قصد میکشه، باز جزایش چیست؟ و جزایه جهنم، جزای از دوزخ است، جهنم است، خالدا فیها، در جهنم دائم میماند. و غضب الله علیه، و غضب خداوند بر او دائم است، و غضب خداوند همیشه بر او است، و لعن او، و خداوند او را مورد لعن قرار داده، و اعد له عذابا عظیما، و خداوند برای او عذاب دردناک را تعیین کرده است. وقتی که جزای یک نفری که کسی را به ناحق میکشه، مؤمن را به قصد میکشه، اینقدر شدید باشه، شما چی کنی میتونین دلیلی پیدا کنین که بیا دین اسلام دین قتل است و دین کشتار است و همه جا مسلمان ها یک دیگر را میکشن و این ربطی به اسلام و ربطی به دین داره؟ در هر جایی که امروز یک مصیبتی است در کشورهای اسلامی، اینها را بنوی اگر ریشه از ریشه یابی کنیم، میبینیم که دست های بیگانه ها برای افروختن این آتش و برای ایجاد قتال ها و کشتار ها دست های کار میکنن، گروه های در اونجا فعال هستن، پول های بسیار زیادی متاسفانه مصرف میشه و افراد معمول هستن که این آتش فتنه را و این به اصطلاح مصیبت را دامن بزنن. در هر جا دست های کار میکنه، تعرضات از کشورهای همسایه، تعرضات از کشورهای بزرگ دنیا، تا منطقه را در حالت آشوب و در حالت قتال و در حالت ناامنی قرار بدن، تا سرمایه های ملی و سرمایه های مردم را به غارت ببرن. اینها نقشه های خطرناک و پنهان است که در گوشه و کنار دنیای امروز متاسفانه به کشورهای اسلامی چیده شده و مسلمان ها را به نوعی مصروف قرار میدن، مصروف جنگ ها، مصروف قتال ها، مصروف انتقام گیری ها، به نام زبان، به نام قوم، به نام مذهب، به نام منطقه، به نام این مرز و این مرز، اینها را مورد تعرض قرار میدن و میخوان که گویا این انتقام را و این به اصطلاح حالت را سر امتهای اسلامی بیاورن، تا امتهای اسلامی نتوانن به شکل درست واقعا یعنی پیشرفت کنن و مردم بتونن بدون از اینکه اجازه بدن که در آرامش قرار بگیرن. سلام و ادب خدمت خواهر و برادر عزیز که برنامه ایمان لایف را تفسیر روشن آیات قرآن کریم و نقد گفته های ضد قرآنی ها را در تلویزیون اسلامی ایمان تماشا می دارید. باز هم بحث داریم در ارتباط با ممنوعیت کشتار انسان ها و حرمت خودکشی در اسلام و اینکه ما برای شهدا و برای کسایی که به دفاع از دین اسلام و مقدسات دینی و به دفاع از سرزمین خود جان خود فدا می کنن،
اسلام عرش قائل شده، ولی در مقابل کسانی که دیگران را به قتل میرسانند و انتحار میکنند و انفجار میدن، اینها را پروردگار و قرآن کریم ممنوع قرار داده و دلایل بسیار قوی قرآنی هم وجود داره که به صراحت قرآن کریم این را بیان کرده. در سوره اسراء آیه 33 و در سوره نساء آیه 29 و در دهها احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم که این را به شدت ممنوع قرار داده. و خواستیم که یک فرق باشه بین کسایی که جان خود در راه اسلام فدا میکنن و شهید میگردن و ما ارج میگذاریم و قرآن کریم مقام شهدا را طبعا قدر کرده، کسایی که بر دفاع از مردم و بر دفاع از وطن و ناموس و کشور خود جان خود فدا میکنن، اینها فرق میکنه با آنانی که میرن فساد فی الارض میکنن و جنایت میآفرینن و کشتار میکنن، قطاع طریقی میکنن و خون مردم را به ناحق میکنن. و در حدیثی هم از رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرمان که حتی اگر انسانی در حالت ای که میره خودکشی میکنه و خود میکشه و انتحار میکنه، اگر بالای کوی میره و خود از کوه میاندازه، در قیامت به همین گونه بارها از کوه انداخته میشه و به میره پر مجازات میشه. کسی که یک سمی را میخوره، یک خودکشی میکنه، فشارها سرش میایه و به خانه میگیره و یک مواد زهرآگینی را مینوشه و خود به قتل میرسانه، در قیامت همین گونه مجازات میشه و همین گونه عذاب داده میشه. و کسی که با چاقوی باید چیز برندهی و من قتل نفسو بی حدیدتین باید چیز برندهی این کار میکنه، در قیامت به همین شکل در شکمش چیز برندهی داخل میگرده و دائم و جاویدان در دوزخ میمانه. بنابراین مرز بسیار روشن و واضحی بین خودکشی و قتل نفس و تعرض به دیگران تا مسئله دفاع از مقدسات وجود داره. کسانی که برای اعلای کلمت الله و برای دفاع از مقدسات دینی و برای دفاع از وطن خود شهید میشن، جایگاهی بسیار بزرگی دارن در صف افراد صالح و مؤمن و صدیق قرار میگیرن و آرزوی هر مسلمانی است که خداوند او را نصیب شهادت بکنه و در جایگاه افراد مؤمن و متقی قرار بده. و افرادی که بلکس دیگرها را به قتل میرسانن به ناحق و یا کشتار میکنن و جنایت میآفرینن، حال به هر نامی که باشه، اینها متاسفانه عذاب جهنم است. بنابراین این دو به اصطلاح کتگوری یا دو بخش کشتن است یا از بین رفتن است. جایگاه کسایی که دفاع از دین و مقدسات دینی و مردم مسلمان میکنن و مؤمن میکنن و دفاع از مظلومین میکنن، جایگاهی بسیار بالایی برای خود دست میارن. و کسایی که میان و افراد مظلومی را میکشن، ولو که افراد مظلوم غیر مؤمن هم باشن، ولو که افراد مظلوم دارای دیانت دیگری هم بوده باشن، اینها را شریعت اسلامی مردود میشماره، قرآن مردود میشماره. و به همین خاطر هم است که اگر در جای قرار میگیره که دو گروه مسلمان با هم درگیر میشن، امروز متاسفانه در کشور ما این مسائل گاهی پیش میاد که افراد مسلمانی افراد برای دیگر سلام میکشن، در کشورهای اسلامی گاهی پیش آمده که برای به خاطر مسائل سیاسی و جنابندی ها گروه مسلمان با گروه مسلمان دیگر تعرض میکنن. اینها اگر در حد نظریات و دیدگاه های سیاسی و اجتماعی باشه خوب مشکلی نیست، اما زمانی که گب صلاح و قتال و کشتار می انجامه، در این صورت حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم است، اذا التقى المسلمان بسيفيهما، در حدیث آمده است که اگر دو گروه مسلمان با شمشیرها در مقابل یک دیگر قرار می گیرند، یعنی از بحث های سیاسی به بحث های صلاحی کشانده می شه یا به هم دیگر، یعنی تعرضشان اینقدر زیاد می شه که تشنه کشتن یک دیگر می گردند. فقتل احدهما صاحبه
یکی دیگر را میکشه، خاص به خاطر ایدیا یعنی که تو رنگت این رقم است یا جنس این رقم است یا تو چرا این کار کردی. یعنی جدالشان از زبانی به کشتار و به سلاب می انجامه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که فالقاتل و المقتول فی النار، کسی که این سلا را میکشه و کسی کشته میشه هر دو در آتش هستن. یعنی مسلمان ها نزیبت و شایسته نیست برشان اگر در دیدگاه های سیاسی و دیدگاه های مختلف با هم داشته باشند که بر یک دیگر سلا بکشن و یک دیگر را به قتل برسن. یعنی این را هم واقعا ما باید این حد را بشناسیم که تا چی حد میتوانیم بر یک دیگر به سلا اختلافات نظر و سلیقه های شخصی داشته باشیم، نه در حدی که سلا بکشیم و یک دیگر را از بین ببریم. سوال شد که یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، این که قاتل است این به دوزخ میره. خب قاتل یک مسلمان میه یک مسلمان دیگر را به قتل میرسنه، سلا میگیره و یکی را از بین، ولی او مقتول یا او کسی کشته شد هیچ گناهی داره؟ فرمودن که قال انه کان حریصا على قتل صاحبی، مقتول هم به دوزخ است به خاطر اینکه این حریص بوده و این شوق داشته سلا را گرفته تا طرف مقابل بکشه ولی خودش کشته شده. یعنی در این حالت چون این حریص به جان عزیز و او حریص به جان عزیز و چون هر دو سلا گرفتن و برای قتل یک دیگر کار میکنن، هر دو در آتش هستن و هر دو مورد غضب پروردگار هستن. بنابراین یعنی انسان باید بدانه که در شرایط قرار میگیره، ولو که مسلمان هم است، ولو که کریمه میگه، اما چون به قتل کشتار یک دیگر سلا را برمیداره، شریعت اسلامی هر دو را در آتش میدانه، هم قاتل و هم مقتول، چون هر دو حریص هستن به کشتار یک دیگر. این معیارها و این چوکاتی که دین اسلام تعیین کرده و می خاطرم است که ما باید حد خود بشناسیم تا چی حد می توانیم یک دیدگاه و یک نظر را به کرسی بشنویم. این نباید باشه که به خاطر از اینکه ما به قدرت نمی رسیم یا به خاطر از اینکه ما امتیازات به دست نمیارم یا به خاطر از اینکه مثلا در یک جای موفق نشدم حریص باشیم به قتل یک طرف دیگر و افراد را تحریک کنیم یا خود ما کسایی را بفرستیم که تا اونا را از بین ببرن تا که ما به سر قدرت برسیم. به این اساس یعنی محدودی در ارتباط با حتی نزاعات و اختلافاتی که بین جامعه اسلامی است وجود آمده است، کما اینکه شریعت اسلامی اجازه بده که شما ناحق برین افراد مظلومی را در یک کشور. اگر شما مشکل با یک کشور دارید، مثلا مشکل دارم با سیاست‌ها یا پالیسی‌های دولت انگلیس یا دولت‌های آلمان یا مثلا با یک کشور دیگر، لازم نیست که شما برید مردم مظلوم آلمان یا انگلیس را به قتل برسانید، مقایسه که ما با پالیسی های دولت انگلیس مخالف هستیم. شما می توانید از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظامی با او کشور برخورد داشته باشیم و در صورتی که اونا تعرض میکنن، مثل که روس ها به افغانستان آمدن تعرض کردن، مردم بر علیه ارتش روس واقعا قیام کرد، اما در همون زمان هم مجاهدین و مردم مسلمان و کسایی که رهبران جهادی بودند، اینها اجازه ندارن که افراد برن در داخل روس انفجار انجام بدن و این کار خلاف اخلاقیات اسلامی و خلاف نظم و اصول جنگی مسلمانان است. مسلمانان نمیتوانن برن در داخل کشورها انفجارها انجام بدن، کما این که امروز این رویه و این تعرض افرادگرایی در گوشه و کنار رایج شده. هرگاه کسی با کسی مخالف است، ضمن از اینکه افراد را میفرسته برای از بین بردن از او، حتی به مردم مظلوم یک کشور دیگه تعرض صورت میگیره و این دیدگاه و این نظریات خلاف اسلام و خلاف قرآن است. و شما در جنگا هم اگر میباشه، جنگا هم یک چوکاتی میداشته باشه، شریعت اسلام اجازه نمیده یک نفر برای زن را بکشه یا برای مثلا یک طفل را بکشه، درخت را از بین ببره، مزرعی را به اصطلاح آتش بزنه، کلیسای را خراب کنه، بیلدینگ را از بین ببره. امروز سلاح‌های کشتار جمعی به حدی است که حتی میتونن یک شهر را از بین ببرن، تمام زندجان ها را از بین ببرن ولی ساختمان های آسیب نبینن. وسایل خطرناک و بمهای عجیب و غریب امروز در رست متاسفانه بعض برخی از قدرت هاست که کار کرده میتونن و این نوع استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، استفاده از سلاح‌های شیمیایی، استفاده از سلاح‌هایی که مردم را از بین ببرن، استفاده از بمهایی که کورکورانه مردم را به خاک خون بکشانه، این کلا ممنوع قرار یافته در قرآن و در شریعت اسلامی. بنان
ما همه این حرکت ها و همه این تعرضات را مذموم میدانیم و خلاف شریعت میدانیم و خلاف اصول و اساسات دینی میدانیم. و به همین خاطر هم است که وقتی که بحث میکنیم که در کشور ما 1 میلیون انسان بیشتر از او شهید میشه، همه مظلومان شهید شدن به خاطر تعرض وحشیانه روس ها و به خاطر جنایتی که خلقی ها و پرچمی ها در کشور ما وجود آوردن. به همین قسم اگر زمان هم صورت گرفت مردم در امریکا مظلومانه کشته شدن، در 11 سپتامبر یا در اروپا کشته شدن یا در عربستان کشته شدن یا در کشورهای همسایه کشته شدن، این افراد مظلوم هم اگر به خاطر سیاست های نادرست دولت هایشان اینها مورد تعرض قرار گرفتن، این حرکت هم ناشایست است و این حرکت هم مذموم است و این حرکت را شریعت اسلامی و قرآن و دین اجازه نمیده که حرکت های به این شکل صورت بگیره. به خاطر اینکه هر چیز از خود یک اصول و یک مبنای می داشته باشند، قتال و کشتار و جنگ هم از خود یک اصول و یک مبنای می داشته باشند. در حدیث دیگری هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمان که لا یحل دم امرئ مسلم الا با احدى ثلاث، هیچ وقت انسان نمی تواند خون کسی دیگر را بریزانه مگر به یکی از سی حالت ها، مگر در سی حالت، به استثناء سی حالت، در هیچ حالت دیگری اجازه نیست که کسی کسی دیگر را خونش بریزاند. النفس بالنفس، یعنی اگر کسی کسی را کشته طبیعتاً محکم است، قاضی است، حکم قصاص صادر میشه. نفس به نفس، یک نفر نفس کسی را کشته بعد قصاص بشه، تا اینکه ولکم فی القصاص حیات، در قصاص حیات است، زندگانی است. معنا از یک چیز، یعنی این که کسی اگر قرار باشه در یک جای بیایه و افراد را بکشه و او قصاص نشه، افراد دیگر برای کار جری میگردن و برای کار گستاخ میگردن و ممکنه ده ها و صدها نفر به این شکل کشته بشن. بنان وقتی که قصاص صورت میگیره، یک تعداد دست خدا و پای خود نگه میدارن از تعرضات بر مردم های مظلوم و بر مردم های بیگناه. بنان اگر حالتی باشه که کسی کشته شده باشه، ولی دم یا افرادی که به صلاح اقوام عزیز میتونن که این موضوع رو به قضا بکشانن، به درگاه بکشانن، به دولت بکشانن، اونا بیان این رو محکمه کنن، اگر واقعا قتل عمد صورت گرفته باشه در حالت اجازه است. لا یحل دم امرئ مسلم، هیچ خونی باید گرفتنده نشه، حلال نیست مگر در یک سیال، نفس و نفس، زمانی که یک قصاص باشه. و سیب و زانی، یک کسی همسر داره، یک مرد، یک زنی محسن است، دارای همسر است و این شخص میره زنا میکنه و بر او شهود ارائه میگرده، قاضی محکمه ایره به قتل یا به سنگسار حکم میکنه. غیر از این حالت، در دیگر حالتی بعد انسان کشته نشه. و تارک لدینه المفارق للجماعه، یک مسلمان است، به پدر و مادر تولد شده مسلمان و مؤمن و در خانواده مسلمان بزرگ شده، میای از دین برمیگرده و قضا و محکمه بعد از اینکه برش مهلت میده در چند روزی که دوباره به دین خود پس برگرده، هرگاه این کار صورت نگیره مطابق حکم قاضی، میتوانه او شخص هم به قتل برسه، به خاطر اینکه احکام شریعت اسلامی برای کسایی که مرتدین هستند که بعد از مهلت چند روزی که برشان داده میشه اگر دوباره به اسلام برنگرده مورد مجازات قرار میگیره و این مجازاتش هم قاضی تعیین میکنه، این مجازات افراد تعیین نمیکنه. بنان این سه مورد را شریعت اجازه داده که اگر در یک حالتی میشه، اگر فرد کسی رو میکشه یا یک زنی یا مردی زنا میکنه و باید به صلاح مجازات صورت بگیره توسط قاضی یا کسی از دین خود برمیگرده مرتد میگرده. در غیر از این صورت به هیچ عنوان شریعت اسلامی کشتن یک انسان را یا به صلاح قتل انسان را جایز نمیده. و در بحث خودکشی ها هم این حالت است، یعنی انسان مسلمان اجازه نداره ولو که به اصطلاح در سخت‌ترین حالت قرار میگیره، بگه من خودم میکشم یا مثلا من چون سر فشار آمده، چون سرمایه مدرسه رفته، چون خانه ما آتش گرفته، چون فامیلم کشته شده، بعد من این کار انجام بدم. چرا خداوند میفرمایه که در سوره نساء 29 ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، خداوند به شما مهربان است، شما اجازه ندارید خود بکشید، شما مالک خود نیستید، مالک شما خداست، شما نمیتونید روح خود از بدن خود جدا کنید
و به اصطلاح خودکشی کنیم توسط گاز یا توسط به اصطلاح آتش یا به هر شکلی که فکر میکنیم، به خاطر اینکه این حق شما نیست که شما وجود خود از بین ببرید به خاطر فشارها و به خاطر مسائلی که در زندگی برای شما ایجاد شده. پس بنان انتحار در اسلام حرام است، خودکشی حرام است، کشتن دیگران حرام است، تعرض به مال و ناموس مردم حرام است، تعرض به سرمایه و زندگی مردم حرام است. فقط در زمان در جایگاه اجازه داده شده که شما سلاح به دست بگیرید و شما از حریم کشور خود و از حریم مقدسات دینی خود دفاع کنید و شما تعرض صورت میگیره. و این کار را نمونه شما در جهاد چند 15-20 ساله افغانستان دیدیم و الحمدلله او افتخار بود و او را به نام شهدا یاد میکنه، نه که کسی برای کسی را بکشه و انتحار انجام بده و خودکشی کنه و دیگرها را بکشه، باز ما بگیم که اینا شهید شدن، آمدن در غرب انتحار انجام دادن یا در اروپا یا در امریکا مردم را کشتن، اینها غازی هستن و اینها اگر کشتن شدن شهید هستن، این غلط است. و کلمه شهید و لقب شهید لقب بسیار بزرگ است در معیارهایی که دین اسلام تعیین کرده. در مو چوکات یک فرد را شما شهید گفته میتونن. و من یقتل مؤمنا متعمدا در سوره نساء آیه 93 کسی که مسلمان را میکشد و قصد میکشد، یعنی قصد به دست به می جنایت میزند، قصدن میایه و خودکشی میکنه، پس میایه فساد در روی زمین میکنه، پس میایه رهزنی میکنه و در این زمان کسی را میکشه یا خودش هم کشته بشه، به هر دو حالت. فجزاهو جهنم، جزایش آتش است، خالدن فیها، در او دائم و جاویدان است و غضب الله علیه و غضب الله علیه و غضب خداوند بر او است. نه تنها دائم در دوزخ است بلکه غضب خدا هم متوجهش است. و لعنه و لعنت خداوند و غضب الله علیه و غضب الله علیه و لعنه و لعنت خداوند بر او است، یعنی کسی که همچنین فساد را میکند. و اعد له عذابا عظیما، و برای از او عذاب بسیار دردناکی در نظر گرفته شده است. این به خاطر است که ما تشخیص بدیم، فرق بگذاریم بین کسی که در راه خدا شهید میشه، بین کسی که برای نجات مردم کار میکنن، برای نجات وطن کار میکنه، بین کسی که میره فساد در روی زمین میکنه و ایجاد آشوب میکنه و مشکل ایجاد میکنه و به خاطر اختلافات سیاسی یا اختلافات فردی و شخصی خونی را میریزه. کسایی که به هر نوعی غیر از او حالت به اصطلاح صحیح جهاد در راه خدا اگر کار دیگر انجام میده، اینها کلا ممنوع قرار داده شده و شریعت اسلامی این را اجازه نمیده. امیدوارم که انشاءالله در این بحث و در این سلسل بحث ها شما به موضوع رسیده باشین. تا برنامه بعدی و هفته بعدی شما را به خداوند کریم میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.